مکاشفه فصل دوم. به فرشته کلیسای افسوس بنویس: این است سخنان آن کسی که هفت ستاره به دست راست خود دارد و در میان هفت چراغ‌پای زرین گردش می کند. من اعمال تو، رنج های تو و بردباری تو را می دانم. می دانم که نمی توانی مردم شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند، امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی، به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. اما این شکایت را از تو دارم، محبت اول خود را از دست داده ای و یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما، و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. البته باید بگویم تو این خوبی را هم داری که مثل من از اعمال نقولاویان نفرت داری. ای کسانی که گوش دارید، آنچی را که رو به کلیساها می گوید بشنوید. به کسی که پیروز شود اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویس: این است سخنان آن اول و آخر، آن کس که مرد و زنده شد. من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. می دانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند، چطور به تو تهمت می زنند. آنان جماعت شیطانند. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج زندگی را خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، آنچی را که رو به کلیساها می گوید بشنوید. کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. به فرشته کلیسای پرغاموس بنویس: این است سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دودم است. می دانم تو در کجا به سر می بری. تخت شیطان در آنجا قرار دارد و می دانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که انتیپاس شاهد امین من در شهر تو، یعنی در خانه شیطان شهید شد، ایمانت را از دست ندادی. اما از تو چند شکایت دارم. در آنجا عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست گمراه سازد و آنان را تشویق کرد خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا شوند. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نقولاویان پیروی می کنند. پس توبه کن، اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می آید با آنان جنگ خواهم کرد. ای کسانی که گوش دارید، آنچی را که رو به کلیساها می گوید بشنوید. به کسی که پیروز شود نان منه مخفی خواهم داد و نیز به او سنگ سفیدی می دهم و بر آن سنگ نام نوی نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را می گیرد. به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس: این است سخنان پسر خدا که چشمانش مانند آتش می درخشد و پاهایش مثل برنج شفاف درخشان است. از اعمال و محبت و وفاداری و خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم.
و می دانم که اکنون اعمال تو از گذشته بهتر است. و اما از تو شکایتی دارم. تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل زنی که ادعا می کند نبی است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراک های شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. به او مهلت دادم که توبه کند، ولی او نمی خواهد دست از زناکاری های خود بکشد. بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کردند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با این کارها همه کلیسا خواهند فهمید که من افکار و نیتهای انسان را جستجو می کنم و به هر یک از شما مطابق اعمالش جزا خواهم داد. و اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیرا است که این تعالیم را نپذیرفته اید و آنچه را که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید. من نمیخواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم، فقط میخواهم آنچه دارید تا زمانی که من میآیم محکم نگاه دارید. کسی را که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد قدرت خواهم داد تا بر تمام ملت‌ها حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خواهد شکست. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کردم انجام خواهد داد و همچنین ستاره صبح را به او خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید آنچه را که رو با کلیساها می گوید بشنوید.